اعداد باب 16 آیه 28. موسی گفت: به این وسیله خواهید دانست که خداوند مرا فرستاده تا تمام این کارها را انجام بدم و آنها را به اراده خودم این کارها را نکردم. آیه 22 میگه اگه این مردم به مرگ طبیعی یا در اثر تصادف و یا مریضی بمیرند، در آن صورت خداوند مرا نفرستاده است. اینجا راجب شورشی که قوره، داتان و ابیرام، اگه آیات قبلش رو بخونید میبینید که اینا شورش کردن به ضد موسی و گفتن که موسی از طرف خدا حرف نمیزنه و شلوغش کرده و نمیخوایم ما ازش اطاعت کنیم. و اینجا داره موسی از خودش دفاع میکنه و سخن میگه، میگه که حالا ببینید خداوند چه کاری میکنه تا اینکه شما بفهمید که من از خودم سخن نمیگویم. حالا علامت چیه؟ علامت اینه که اگر این مردم به مرگ طبیعی یا در اثر تصادف و یا مریضی بمیرن، در آن صورت خداوند مرا نفرستاده و کارهایی که من دارم انجام میدم از طرف خداوند نیست. اما آیه 30، اما اگر خداوند چیز تازه‌ای به عمل آورد، هللویا، با هم بگیم چیز تازه، a new thing، چیز تازه‌ای به عمل بیاره. کار خداوند اینه که چیز تازه‌ای انجام بده. کار خداوند کار تازه‌ای در زندگی ما. اما اگر خداوند چیز تازه‌ای به عمل آورد، زمین باز شود و اینها را با همه مال و دارایشون در خود فرو برد و زنده به گور بروند، آن وقت می‌دانید که این مردم به خدا اهانت کردند، نه به من بلکه به خداوند اهانت کردند. و بقیه آیت رو اگه بخونید، وقتی سخنان موسی تموم شد، همونطور که موسی گفت انجام شد و زمین باز شد و تمام مردم، همه اونایی که شورش کرده بودن به ضد موسی و تمام خانوادهشون و اموالشون به زمین فرو رفتن. حالا بحث ما اون نیست، بحث ما اینه که خداوند کاری تازه میخواد در زندگیاتون انجام بده. کار خداوند همیشه تازگی داره در زندگی. زمین چیز تازه‌ای نیست، زمین چیز تازه‌ای به ما نمیده، دنیا چیز تازه‌ای به ما نمیده، این خداونده که تازگی رو میاره. اگه شما دنبال چیز تازه هستید، تو دنیا نگاه نکنید، تو نمیدونم تفریحات نگاه نکنید، چون سلیمان گفت همه این چیزهای دنیا رو امتحان کرده و در اونها هیچ تازگی براش نداره، همش باطله، همش تکراریه، چیز تازه‌ای در اون دنیا وجود نداره. اگه دنبال تازگی هستید، باید اونو در خداوند پیدا کنید، باید در خداوند بگردید و تازگی از خداوند بگیرید. اگه زندگی برای شما بورینگ شده، تکراری شده، روتین شده، نمیدونید چی کار کنید، اونو فقط و فقط در خداوند میتونید پیدا کنید. و خداوند کجاست؟ خداوند در قلب شماست، خداوند با شماست. خداوند گفت وقتی دو یا سه نفر به اسم من جمع بشن، من اونجا هستم. الان خداوند اینجاست و اگه با تمامی دل، با تمامی جان او رو طلب کنید، نزدیکه. بعض وقتا او رو پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون با تمامی دل او رو نمی طلبیم. دو دل هستیم، با دو دلی او رو طلب میکنیم، میدونیم با شک. حالا من خدا رو طلب میکنم، یا میاد یا نمیاد دیگه، یا با من حرف میزنه یا حرف نمیزنه. ولی اگه با ایمان
با تمامی دل او را طلب کنیم، او را خواهیم یافت. آمین، آمین. خداوند کار تازه‌ای میخواد انجام بده در زندگی های ما، کار تازه‌ای انجام میده. بریم به کتاب متی. در متی باب 9 خداوند میگه که عیسی مسیح داره میگه که شرابو در مشک کهنه نمیریزن، چون که اگه در مشک کهنه بریزن این مشک پاره میشه، این کیسه شراب پاره میشه و تمام شراب از بین میره. پس شراب تازه رو در مشک تازه میریزن، نو اونو میسازن، از نو پارچه‌ای که تا حالا استفاده نشده از اون استفاده میکنن تا اینکه این شراب بتونه دووم بیاره و بتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا منظور عیسی مسیح اینه که خداوند نمیتونه با روش‌های قدیمی ما کار کنه، در اون مسیح نیست. خداوند با یهودیا و مذهبیون، منظور عیسی مسیح فریسیان بود، مذهبیون اون زمان بود که میگفتش که عیسی مسیح میگه که فریسیان و مذهبیون روششون مذهبیه و طبق شریعت میران جلو و نمیتونن اون مسح تازه، اون شراب تازه‌ای که خداوند براشون در نظر داره اونو بتونن انجام بدن تو زندگیشون، بتونن پذیرا باشن، نمیتونن. پس سعی نکنیم به فلانی نگاه کنیم. بعض وقتا ما بیوگرافیایو میخونیم یا میشنویم که او بیلی گراهام اینطور ایمان آورد، اینطور بزرگ شد، یا فلان بسکتبالیست این کارو کرد و به اینجا رسید. ما یونیک هستیم، خداوند ما رو منحصر به فرد آفریده، برای هر یک از ما نقشه‌ای داره و ما تکراری نیستیم، ما برای خداوند تازه هستیم و خداوند میخواد کار تازه‌ای در زندگی من انجام بده. نمیخواد یه کار تکراری انجام بده، نمیخواد کاری که در زندگی فلانی کرد در زندگی من انجام بده. کار خداوند تازه است. الان که داریم به سال نو و سال جدید نزدیک میشیم، این سالو سالی شروع مجدد یا شروع جدید نامگذاری کردیم، درسته؟ شروع تازه. و ما میبینیم که خداوند میخواد، خواست خدا اینه که کار جدیدی در ما آغاز کنه، ولی ما باید او را پذیرا باشیم و از افکار قدیمیمون بیایم بیرون، از اون مشک کهنه بیایم بیرون و مشک تازه‌ای باشیم برای مسح روح القدس. اجازه بدیم که اون فکرهایی که قدیم داشتیم، اون روش‌های قدیمی، اون جورهایی که یاد گرفتیم یا دیدیم که دیگران اینطور کلیسا بازی کردن، ما میخوایم اینا رو تکرار کنیم، اینا رو بذاریم کنار، مشکی تازه داشته باشیم تا خداوند روحی تازه، روشی تازه، مسح جدیدی در ما آغاز کنه. چون اگه خداوند کار تازه یا انجام بیده، خداوند ثابت میکنه، زمین باز میشه، آسمان باز میشه و برکت آسمان بر زندگی های ما ریخته میشه. آمین. ای خداوند، ای خداوند، ما اون تازگی رو میخوایم، ای خداوند، اون تازگی رو میخوایم، ای خداوند. خداوند، کار تو اینه که تو خودتو ثابت کنی، ای خداوند، نه به خاطر موسی، نه به خاطر اینکه نبی خودتو بلند کنی، ای خداوند، تا اینکه خودتو ثابت کنی به خاطر اسم خودت مسیح جان. تو کار تازه‌ای میکنی، تو زمینو باز میکنی و اونهایی که به ضد تو ایستادن و اونهایی که شورش کردند و میبلی، ای خداوند، تو به خاطر اسم خودت کلیسا
دستای خود رو بلند میکنی، آسمان رو باز میکنی خداوندا، نه به خاطر ما خداوندا، ما جلال رو نمیخوایم ای خداوند، ما تازگی تو رو میخوایم، ما مسح تو رو میخوایم، ما میخوایم از روح تو پر بشیم، میخوایم مشک تازه باشیم برای اون شراب تازه خداوند، ما رو تبدیل کنه خداوند، ما رو در این سال جدید خداوند، در این تصمیمات جدیدی که میگیریم خداوند، دعا میکنم ماها رو مشکی تازه بکنی خداوند، اگه ما کهنه باشیم نمیتونی شراب رو بریزی، چون ما قادر نیستیم که اون رو هندل کنیم، ما نمیتونیم خداوندا، پس ما رو عوض کن خداوندا، کهنگی رو بذاریم کنار خداوندا، ما رو تبدیل کنه خدا، ما رو بساز، ما رو بنا کن، ما رو دگرگون کن، ما رو تازه کن، نمیدونم خداوندا، ولی اون کاری که میخوای بکنی خداوندا، به خاطر اسم خودت، نه به خاطر اسم ماها خداوندا، نه حتی به خاطر ایرانی ها، نه حتی به خاطر اینکه خداوندا چند نفر نجات پیدا کنن، بلکه به خاطر اسم خودت که نام تو در بین ایرانی ها جلال پیدا کنه خداوند، نام تو ایرانی ها بشناسن خداوندا، نام تو بلند کرده بشه خداوند، به خاطر خودت مسیح زنده، به خاطر کاری که روی صلیب انجام دادی و همه چیزتو دادی که ماها را نجات بدی خداوند، هللویا، به خاطر اون مشکی تازه بیافرین ای خداوند، هللویا هللویا، کهنه ها درگذشت، اینک همه چیز تازه شده، همه چیز تازه شده، هللویا، ستایشت میکنیم، نام تو را برمی افروزیم ای قدوس قدوس، پدر پر جلال، تو را ستایش میکنیم، تو عظیم هستی، تو پر جلال هستی.